عزیز، هموطنان قدرمند، بهترین سلام ها و تمنیات خود و همکار عزیز خود آقای نجیر شریفی را با نشر یکی دیگر از برنامه های پنجره اروپا از شهر آمبور خدمت شما تقدیم می‌داریم. دوستای عزیز، امشب نام خدا من در استودیو تنها نیستم، نام خدا به خاطر که مهمان های بسیار عزیز و شاد و خندانی را من در پالی خود دارم که شما حتما با ایشان دق نمیارین و میخوایم سخن عزیز شروع کنم. وقتی که آمد آمد نوروز میشه و 8 مارچ میشه، در جرمنی تعداد برنامه ها زیاد میشه. از یک طرف برنامه های 8 مارچ است و از طرف دیگه هم آمادگی برنامه های نوروز است. از چند سال به این طرف در میان هموطنان عزیز ما، علل خصوص در شهر آمبورگ، برنامه بسیار محبوبیت گرفته، البته زیاد شهرت هم نگرفته بلکه بسیار محبوبیت گرفته، که این برنامه از طرف برادرای تاجر ما، از طرف برادرای ما که اکثرشان بازرگانان یا تاجران شهر آمبورگ و شهرهای دیگر جرمنی هستند، برانداخته میشه. در مورد که از این که این برنامه چرا تا اینجا محبوبیت گرفته، که نام خدا چهره های سرشناس آلده این برنامه ها تشریف میارن و موسیقی بسیار جالبه را تحویل دادن، ابتدا ما مهمان های عزیز برنامه را به شما معرفی میکنم. خب بسیار ازت خوش آمدین، صفا آوردین به پنجره اروپا. شما در کنار ما علی جان مهدی را میبینین به طرف دست راست ماست، ابراهیم جان نایب خیل را میبینین، آجی سب نور را میبینین و آقای فهیم نعیم را میبینین که ما ابتدا تشریف آوری شما را با پنجره اروپا خیر مقدم میگم. بسیار زیاد خوش آمدین، صفا آوردین و امیدوار هستیم که یک ساعته که هستیم بتانیم خوش بگذره. خب بینین دعای عزیز، قبل از هر گونه سوال و جوابه، ابتدا با یک پکش بسیار کوچکه که حدود 2 دقیقه اجازه شما مهمانای عزیز باشه، این را که آقای شریفی تا یک کده خدمت شما ابتدا پخش میکنیم که شما حداقل به گفته آلمانا چی میگن آقای مهدی؟ انونگی داشته باشین، این تصور داشته باشین از این مجلس. بعد ما سخنهای خود با مهمانای عزیز خود آغاز میکنیم.
خب بینید آید شما قسمت های از محفل بسیار باشکوی شب برادری دادید. قبل از اینکه من از مهمان های عزیز در مورد این محفل بپرسم، از خودشان اقدر روشنایی مندازم که هدف از داشتن این محفل و یا محفل که در گذشته بوده وحدت بین افغان ها بوده، شناخت بیشتر بین افغان ها بوده، تقدیر از اشخاص خوب و افغان هایی که در اجتماع مفید ثابت شدن بوده و قدردانی از افغان هایی که تانستن در خدمت هموطن های خود باشه بوده. درست است ابراهیم جان؟ اینال بیشتر من از ابراهیم جان نایب خیل که یکی از مهره های اساسی برگزار کننده های این محافل است، ابتدا خوش آمدید میگه میشه، میخوام کمی بیشتر بشنام. تشکر. ما دیگه هر سال سال یک دفعه می دوستای خود را جمع میکنیم که یک شب بشینیم و گپ بزنیم، اما چیزایی که داریم به یکی دیگه خود تبصره کنیم و موزیک بشنویم و اما پروبلم هایی که داریم بسیار کم دیسای تجارت و دیگه پای خود همی کارم. باش سبنود میخوام از شما بشنوم که در این محافل یک حسن زیبایی که وجود داشت که از یک تعداد اشخاصی که به اصطلاح واقعا مردم هایی بودن که خصوصا به جامعه مهاجر افغان مفید واقع شده بودن هم قدردانی کردین. بله. میخوام بیشتر از شما بشنوم که از کیها شما میخوام بیشتر به این محافل قدردانی کنین. از اشخاصی که اول ما میخواستم بفرمایید سلام های خود به شما و تشکرات خود از شما و از تمام دوستایی که ما را میبینن سلام های خود تقدیم میکنم. بعد از سلام اینه میخواستم بگویم که ما کوشش میکنیم که نظرات یکی دیگر به یکی دیگر نظرهای خود را برای یکی دیگر بگوییم و تجربه های کاری خود بیشتر یکی دیگر را به صورت درست بشناسیم و بتانیم بعض کمکهایی که لازم باشه بر هر افغان کمکهای خود را پیش ببریم و وظیفه ما در این مسائل اینه می چیز است. بسیار خوب. و آقای مهدی میخوایم از شما بپرسم که این محافل چه سابقی داره و چه تجربیات را شما جمع‌آوری کردید؟ ما هم سلام های خود برای شما و برای بیننده عزیز شما میرسانم و از همه اولتر تبریکی سال نو و سلا که سال نو میاد. ما مانده میشه برای هفته آینده شما کار نیکی کردین. برای شما تبریک میگم برای کلیگی، انشاءالله یک سال خوبی نوی برای کلیگی داشته باشیم. ما آمدیم راجع به سوال شما که تقریبا از حدود 10 سال است که ما تقریبا همی کار ما میکنیم. بسیار عالی. و این جمع‌آوری دوستا یا همکارای ما که هسته خاص به خاطر عزیز که چون ما هم دیگر هفته یک بار دوبار همیشه میبینیم و در ساحه کاریش کدام ما وقت چیز نداریم که به اصطلاح وقت زیاد نداریم. ما گفتیم که به اصطلاح سال یک روزی بعض مسائل کاری و اجتماعی و فامیلی و افغانی صحبت کنیم. سال یک دفعه که شبه به اصطلاح همو اشترس عب باون کنه تقریبا. خب بینم یک فضا ایجاد شده که بیشتر تفاهم صورت بگیره در ساعات مختلف. بیننده های عزیز، چون نام خدا موسیقی را که نام انتخاب میکنن بسیار موسیقی خوب بود در این محفل، هنرمند محبوب خوشخان و بگوییم که دیگه یگان پهلو با استاد هماهنگ هم عطا میزنم و ایجان کوچی و رباب نواز بسیار شیرد است استاد غلام حسین خان که نا بسیار موسیقی مقبول تحویل دادن هم موجود است. خواهش ما ای است که خصوصا از او عده دوستای عزیز هموطنهای قدرمند ما که در این مجلس تشریف دار آورده بودن اگر اونا نظر خاص دارن در مورد از این محفل، البته کلگی میتونه زنگ بزنه، خواهش ما بیشتر خواهش ما از امی بزرگوارا امی است که در اون محفل تشریف داشتن، درست؟ اونا نظر بتن بیشتر بگوین در مورد از این محفل، در رنگینی برنامه ما بیشتر خواهد افزود. ما هم صحبت میکنیم و هم میخواییم موسیقی بشنویم و بسیار برای ما توصیه کردن که موسیقی و خصوصا رباب استاد غلام حسین در برنامه بیشتر باشه. ما خوب بیننده ها همیشه نازشان هم داشتیم، خاطرشان خواستیم.
پس داریم یک پارچه بسیار زیبا از استاد غلام حسین. ببخشید در ابتدا گشایش محفل است که سرود ملی است و به تعقیبش این پارچه رو با هم میه. پارچه‌های زیبایی داریم از استاد غلام حسین، ولی می‌خوایم اندک صحبت هم داشته باشیم و بیننده‌ها را هم، خصوصاً اویده بیننده‌هایی که در این محفل تشریف داشتن و نظریات خود را بگوین، خوش میشیم که روی خط بیان. حالا من می‌خوام از فهیم جان نعیم بپرسم که در این محفل واقعاً اشخاص قدردانی شدن که بسیار ارزش داشتن و در کارهای اجتماعی ناموفق بودن. میخوام از شما بپرسم که چگونه ای اشخاص شما انتخاب میکنین، چگونه مشوره میکنین و کار بسیار نیکو است از ستایش از اشخاصی که در کارهای اجتماعی موفق هستند. در محفل ما میگیریم همونم کسایی که اشخاصایی که در مسائل اجتماعی بسیار زیاد کمک میکنن بدون کدام مقصد، بدون کدام توقع، از قلب و جان برای مردم، کسایی که پشار امبور زندگی میکنن و اونا، اینایی که برشان زحمت میکنن، اونا را ما در زندگی شان برشان یک تشویق میکنیم، یک احترام میگذاریم، دستای گل میتن، بعضی مدال ها را ابراهیم جان و عجیس وسدی و نور جان اینا باید تقدیم کردن و نوع خود اینا یک قدردانی میکنن. یک شب یک محفل میگیریم برشان، روی استیج میاریم ایشان، ازشان قدردانی میکنیم. در این مسائل اجتماعی تمام کسایی هستند که زیادتر شد. زیادتر مثلا در ورزشکارا بودن، آقای فیضی از بله، آقای کوهستانی از اسلام آمده بودن، آقای زحمت کوهستانی بودن، آقای اماشای قادری بودن، اینا بودن کسانی که واقعا بدون کدام
نجف پهلوان بود، صابر جان رو پرور بود، دیگر را کیوا الف محمد اینا هم مگه الف محمد هم بود در این مجلس؟ بله بله. شما معرفی میکردین الف بکسر ما؟ فوتبال هم تشریف آورده بودن. خب کسانی که در مسائل اجتماعی بسیار کار میکنند، با شما جمله بسیار مقبول گفتین که در زمان حیاتشان ازشان قدردانی میشه و چشم به این اشخاص انداخته میشه، بسیار کار نیکو است. بیاین امیدوار هستم که بیننده های عزیزم در رابطه با وامی معفل صحبت های داشته باشن. این به نام خدا تلفن اول میگیریم. ابراهیم جان بفرمایید. بله بفرمایید، شما روی خط هستین؟ اینا از ایران هستن. بله خب، خواهش من امی است که در رابطه با معفل که شب برادری نام گذاشته شده بود در آمبورگ، دوستای عزیزی که در محفل بودن لطفا سکوت نکنن، تشریف آوردن، محفل بسیار خوب بود. بیشتر میخوام، ما بسیار سوال میتونم از اینا بپرسم، ولی میخوام نظریات شما رو هم داشته باشم. در انتخاب موسیقی و هنرمند هم بسیار زیاد هر سال انتخاب خوبی دارین. میخوام در مورد استاد غلام حسین بیشتر بشنوم که و جان کوچی که نا تقریبا چند محفل با آمدن با شما همکاری کردن. همکاری کردن، ما از شما بسیار سپاسگزار هستیم، از وای جان کوچی، از استاد غلام حسین، طبلا نوازای بسیار، بچه های بسیار با استعداد بودن، رضا جان و بله بله همینا رو من میخوام اسامی شما بگیرم که میرویس جان بود، رضا جان بود، مقبول نواختن همون شب بسیار زیاد بله. برای مردم بسیار پر کیف بود، ما خاطرهای بسیار خوش برای ما فیلم برداری شما رو از جان امیری انجام دادن. جان امیری بچه بسیار شریف و بچه بسیار خوب است. اینا همشان با قلب و با بله. بسیار با جبین کشاده، با یک محبت و مهربانی. و ناصر جان حبیب‌زاده هم در قسمت ساوند کار. البته دوستای دیگه هم نامایشان هست، فراموش ما نمیشه. خب قبل از اینکه ما نخستین آهنگ از وایجان کوچی نشر کنیم، یک تلفن هم میگیریم، خدا کنه در رابطه با برنامه باشه. بله بفرمایید. بله بفرمایید. خب آقای شریفی، شما میتونین از وقت استفاده کنیم، یکی از آهنگ های مقبول وایجان کوچی را آماده نشر داریم. I'm just a beat in my heart.
خب آقای کاکر روی خط داریم که اینا از اشتراک کننده های محفل بودن و ما همونطور یک بینین در کار داریم. بفرمایید صحبت کنین. بله، من خودم همونجا بودم. واقعا یک ابتکار بسیار خوبی از طرف از اینا شده. همین چند نفر برادرهای ما، ابراهیم جان است و فهیم جان و علی جان و آقای اسدی و صبوری است، که هر ساله همین پروگرام سازمان میتن یک اتحاد و وحدت که همه گزارش شما از طرف خود داده گفته و در بین افغان ها آورده. چنان که همین شب برادران یا شب موفقیت قبلا که شده بود، اکثر مردم پرسان میکنه که چی وقت اون پروگرام پس گرفته میشه. یقیناً یعنی بسیار خوب پروگرامی بود، پروگرام بسیار عالی که در این اشعار گفته میشد و همچنان موزیک بود، موزیک های لایف زنده و نسبت که وطن ما به تب دل همی افغان هایی که همونجا هستن و میاین و میشینن و گوش میکنن و نان بسیار وافر بسیار خوب از طرف از اینو بشتر شده بود و تهیه و تدارک شده بود و آمده بودن و همین نان هم بسیار به موقع توزیع کردن. بله، نان هم به موقع، موزیک هم به موقع و برعلاوه از این از طرف علی جان آقای میدی فکایی های بسیار دلشف گفته میشه. بله، درست که علی جان باز برنامه هیچ فکایی نمیگه و واقعا بسیار خوبش بود. امید است که این خودان توفیق بده که هر ساله بی پروگرام های خود دوام بده و بکنم. تشکر، زنده باشین. امیدوارستم یک چند بینندی دیگر هم روی خط داشته باشین که نظریات خود در مورد محفل داشته باشن. بفرمایین شما روی خط هستین؟ بلی؟ خب بنا قطع شدن. خب علی جان، میگن چی که شاهد بودیم که بسیار خوب فکایی میگن، برای خوب فکر کنین روی یک فکایی که چی وقت یک فکایی بگوین. بله، اینا قطع شدن متاسفانه. خب باشه، خیر علی جان، برای گفتن یک فکایی شما آمادگی بگیرین و در ضمن از کسایی که قدردانی شده هم پارچه های وجود داره که به موقعش نشر خواهد شد. بفرمایید شما ریخت هستین؟ سلام علیکم جانم. خب اینا دیگه که صحبت نمی کنن، کار خودشان است. به هر صورت در مورد استاد غلام حسین دوستا نظر داشتن که در مورد زندگی نامیشان بیشتر بشنون و بدانن. البته اوجا فرصت نبود که ما امروشان یک گفتشونی داشته باشیم، ولی خوشبختانه در آخر برنامه یک مقدار خودشان با آقای مددی صحبت کردن که او موجود است، که بسیار جالب است که اونا از شناخت خود با آقای مددی گفتن. ولی ما هم در نظر داریم که در آینده با استاد غلام حسین که واقعا قابل افتخار است و بسیار زیاد مقبول رباب می نوازن، بیشتر در موردشان بدانیم. یک بیننده دیگر هم روی خط می گیریم، در غیر از او باز یک آهنگ نشه می کنیم. بله، بفرمایید شما روی خط هستین؟ بله، بفرمایید صحبت کنین. بله، خب آقای شریفی میدانین آهنگ پخش کنین، اشکالی از در تلفن ما بینین داره روی چی میاره. بله، بفرمایید. خب یکی از آهنگای آقای کوچی رو نشد کنین. Yeah.
مجده برای زنان افغان در شهر آمبور. قانون زن و خانواده اولول سال 1394 هجری شمسی را با ملی عنعنوی سمنک و اشتراک هنرمند محبوب و خوش آواز اماین امانی و هنرمندان امریکای لاتین نمایش پارچه تمثیلی و روز جمعه تاریخ 10 اپریل 2015 در رستوران گلسار جشن میگیرد. علاقه‌مندان می توانند تیکت های محفل را از رستوران گلسار در بدل 15 یورو به دست بیاورند. ورود به محفل ساعت 5 عصر، آغاز ساعت 7 شام می باشد. رستوران گلسار غذاهای مزه‌دار افغانی را با نازل‌ترین قیمت ها برای شما عزیزان تهیه می نمایند. آدرس رستوران غوت و غوز بلشتیت آب بشراسه اینجا یک. فلای بسیار زیبایست که خانم شیلا شیفر برای من دازم محفل سمنک است. بودی لیجان کی بودی؟ کی مردان اجازه دارم؟ خب برای خانم شیلا و همکارای ازشان موفقیت آرزو میکنم. همه ساله یه نای محفل سمنک را اندازی میکنن. امیدوار هستم که امسال دیگه سمنکش برای ما برسه. چند سال وعده کردن نرسیدم. ناله بیننده عزیز روی خط داریم. البته از آهنگای مقبول ویجان کوچی خوب بسیار لذت بردیم، ولی یک مقدار ما در مورد استاد غلام حسین از یک بیننده عزیز ما میخواه معلومات بدن. شما روی خط هستین، خود معرفی کنین و در مورد استاد بگوین. بله سلام علیکم، من بیب سیدی هستم از شهر فرانکفورت پرتون زنگ میزنم. سیدی هستم، خوش آمدید. و استاد غلام حسین ماش با سابق میشناسم، پدر بزرگوارشان رو میشناسم که به حساب اینا در شهر کوچه خرابات بودن و ما در کوچه شوربازار، ما هم در یک شوربازار بود که در زمین ما در کوچه ترختشنگ بودیم. اینا کوچه خرابات بودن که پدر بزرگوارشان هم گیتار می رباب می نوازن بله 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 کار میکردن
و برادرش را خدا بیامرز که فوت شده که بشیریان نام داشتن. اونا هم بسیار کسایی بودن که اونا بسیار موسیقی بسیار به سطح بسیار بالا و می نوازدن و خود از نام از بسیار خوردی در فامیل بسیار فقیر و بسیار مردم بسیار خوب اینا کنار شدن و اینا را من نزدیک میشناسه و فامیلشان هم بسیار فامیل خوب بود. تمام فامیلشان و اولین دعوتنامه از اینا را که من در سال 2011 بود که در شهر فرانکفورت در میدان اوی من میخواستم افغانستان برم، ما بر از اینا بر ما دادن که باز من در خیرخانه آمدن خودشان باز من بر غلام حسین من دعوتنامه شان که اون دوست ما بر ما بودن از این دوستایی که اینجا شیشتن فکر میکنم بر ما دادن ما بر از اینا دادم باز اونا من شناختن و از اینجا گفتن که من آلمان اگر بیاییم باز من شما رو میبینم. متاسفانه که باز نمره من تغییر کرد من دیگه اونا رو نفهمیدم کدام چی وقت کسر داشتن و چی وقت آمدن و متاسفانه که من اونا رو نتانستم. بسیار زیاد تشکر، بسیار لطف کردین، بسیار زیاد معلومات بسیار جالب دادین در مورد استاد. البته ما هم آمادگی زیاد داریم که یک مصاحبه مفصل با استاد داشته باشیم. بسیار زیاد تشکر، بسیار زیاد تشکر. خوش باشید، شب روز شما بخیر، خدا حافظ. بسیار زیاد تشکر. خب از استاد غلام حسین یاد کردیم، واقعا علاقمنداشون علی جان بسیار زیاد است و بسیار زیبا می نوازن. بسیار زیبا می نوازن. بیان که یکی از ربابای مقبولشان که آقای شریفی بسیار زحمت کشیده و او را جدا کرده، البته ثبتش از انجرس عزیز امیری هست. بازم با بینیدهای عزیز یک جا میبینیم، بعد برمیگردیم با تلفن‌های دوستا. Thank you.
امان گونه که مرکز خدمات پرستاری آریانا همیشه در قسمت پرستاری، مراقبت و نوآوری در عرصه خدمات وقایوی و مراقبتی در مقام برتر قرار داشته است و بازتاب آن در جامعه آلمانی و شرقی نیز آشکار است، این بار به یاری پروردگار و به خاطر رفاه و رضایت هموطنان و همزبانان گرامی گام ابتکاری دیگر برداشته و گشایش نخستین خانه شبانه روزی را برای سالمندان و بیماران نوید می دهد. این مرکز با رعایت فرهنگ و آداب شرقی و آشپزخانه مطابق سلیقه و ذائقه شرقی آماده خدمت برای همزبانان خیش خواهد بود. اطمینان داریم که با یاری و همکاری همزبانان و پذیرایی همفرهنگیانتان در این مرکز احساس بیگانگی نخواهید کرد. ما همواره در کنار شماییم و یاور شما خواهیم بود. بیننده عزیز، شما نگرنده برنامه پنجره اروپا هستید. یک یادداشت از آقای شریفی به ما رسیده، یک مجری است که از کنسرت هنرمندان محبوب ما تیمورشاه جان صدوزه با برادرشان بشیر جان صدوزه مجتمعیت در شهر هانوور جرمنی که به تاریخ روز شنبه مورخ 21 مارچ روز شنبه زمستگ است در هتل آریا دو هنرمند خوش محبوب و خوش آواز ما تیمورشاه صدوزه و احمد بشیر جان صدوزه اینا کنسرت فراموش ناشدنی را در شب 21 مارچ به شروع دارن. آدرس شنوشته کردن که آریا زال باوویک شماره 14 شهر آنوور. امیدوار هستیم که یک کنسرت بسیار جالب را آقای صدوزه با بشیر جان ارائه بدن. خب دوستای عزیز، شما مهمانای عزیز برنامه را ما با خود داریم که نا در راه اندازی شب برادری که البته هر سال همی به نام شب برادری شما اسم دادین یا عناوین هم تغییر میخواد؟ عناوین تغییر میکنه همیشه. بله، ما با هم صحبت میکنیم با میسنجیم که چی باید برای پروگرام خود یک نام. علی جان، تعداد از مردم و هموطن های عزیز ما علاقمند هستند، خصوصا هنرمندای عزیز ما، که اگر این محافل از یک بار دو بار شه و با شما چگونه تماس برقرار کنن، برنامه کاری خود یک مقدار اگر روشنتر توضیح کنین خوش میشم. اگر کسانی که علاقه داشته باشن میتونن به اصطلاح با ابراهیم جان تماس بگیرن. ما میتونیم، منتها از مشکل هم است سال دو دفعه و سه دفعه، چون همگی ما کار میکنیم، کار ما مشکل و چیز است، وقت هم کم است، در صورت که بتانیم چرنه. بسیار خوب. خب آقای نور، بله بفرمایید. از دایر شدن این محافل که تاله هست، سابقیش فکر میکنم از سال 1982 گفتن نی؟ و باز البته به شکل بسیار پیشرفته ترش فکر میکنم ابراهیم جان از 2007 است. از 2007 است، بله. خب بسیار خوب. ما دو پروگرام داشتیم، یکی به نام شب فامیلی بود. بسیار خوب. که تنها برای فامیلا بود، تمام کسا با فیلم لایلای خود یک جا می آمدن و البته ناگفته نمانه که در این شب بعض خواهش هایی بود که مثلا سیگارت کشیدن در اونجا منع بود و در ضمن از این الکول نوشیدن منع بود و تنها فامیلا می آمدن در اونجا. بعض مسائل با طفلا یک جا که طفلا با یکی دیگر شناسایی پیدا کنه این کار می کردن. و بعدن در سال 2007 ما یک نشست با هم داشتیم که گرفتیم برای تمام هموطنهای خود که تجارای هامبورگ است، برای زینا یک پروگرام گرفتیم که این پروگرام به نام شب استاز یک شب گرفتیم که استازهایی که یعنی در قسمت به مردم ما کمک کرده بود اونا را به اصطلاح از طرف محفل خود یا از طرف ابراهیم جان مدالای توزیع شد و گلای توزیع شد. همین قسم
همیشه در فکر ازیستیم که ایره زیادتر. البته این تمام محافل که از طرف افغانا و کمک افغانا شده، ما شخصی عجیب خود نکده. بیندای عزیز، من در آغاز برنامه گفتم یک بار دیگه سخنان خودم میخوام بسیار کوتاه تکرار کنم به تایید گپای حاجی صاحب نور، که این محافل بسیار به شدت محبوبیت گرفت در بین هموطنان عزیز ما در هامبورگ و جرمنی. دلیل عمده محبوبیتش این بوده که با صداقت برخورد کردن در محافل خود، نظم و نسق بسیار خاص مد نظر گرفتن. واقعا همونطور که اینا گفتن مشروبات الکلی قطعا در محافل از اینا نبوده و فضا کاملا افغانی و بسیار یک فضای خوبی بوده و تقدیر و از اشخاص به عمل آمده که واقعا قابل قدر بوده و اشخاص خوبی بوده. من در آغاز برنامه این مسئله را یاد کردم و همینطور بود که روز به روز محبوبیت این محفل، خصوصا در گرماگرم شب و روزی که محفل بسیار زیاد است در هامبورگ، این محفل شما هم شکر جای خاص خود پیدا کرده و واقعا قابل قدر است. ولی امشب ابراهیم جان کمی آرامتر است، از اینا بیشتر میخوام. در برنامه های سال گذشته، در برنامه سال گذشته بیشتر از ابراهیم جان شنیدیم. البته هدفم یک هدف است که بیشتر با وقت گپایش خلاص شده. گپایم خلاص نشده، شما گپ بزنید کلی موضوع. بازم اگر گپ مانده باشه وقت داریم چند دقیقه، تلاش میکنیم که موسیقی هم ببینیم، چون تعداد همین انتخاب موسیقی در این محفل همیشه هم جالب است. و همچنان در آخر محفل آقای مددی قدردانی کرده از هموطنان عزیز ما، از اون هنرمندا که هم صحنه‌ای بسیار جالب است. پس بیاین که آنچه که آقای شریفی روی دست داره فعلا یک جا با هم میبینیم.
شنونده های عزیز بسیار از ما خواهش کردن که از استاد غلام حسین که واقعا ارزش داشت زیاد گفتیم، ولی از ویجان کوچی چرا نگفتیم؟ زنگ زدیم به ویجان کوچی، روی خط داریم. بسیار زیاد خوش آمدی ویجان کوچی با پنجره اروپا. تشکر، لطف بکنین. کم کمی دیدین برنامه را؟ کمی دیدین آهنگایتان؟ والا کمک شدیدم، بیاله که از دوستا تلفن کرد، پروگرام بسیار خوب بود. و شما صحبت کنین ویجان، فقط ما بسیار میخوایم مختصر نظر خودتا و برداشت خودتا داشته باشم. بایم جان، از اگر دوستای عزیز ما که در درست کردن یه برنامه سهم داشتن، شب برادری، واقعا برای ما بسیار جای افتخار بود که در این پروگرام شرکت کرده بودیم. بسیار عالی، تشکر شما. تشکر. یک مقدار بیشتر در مورد این محفل، در مورد برداشت شما که این همین طرحی که نه ارائه داده بودن، قدردانیی که کردن، از شما میخواییم ویجان کوچی بیشتر بشنام. والا یک شبی بود که واقعا بعض دوستا که ما جششتیم و برایشان صحبت کردیم، که ما اصلا فکر نمیکنیم این چند ساله که در هجرت بودیم، واقعا یک شب برادری بود، یک شب موفقیت بود، شب همدلی و هم هرچی که تعریف کنیم کم است. دوستا بسیار زیاد زحمت کشتادن، بسیار یک محفل بسیار خوب، یک محفل بسیار واقعا مزه‌دار بود، واقعا افغانی بود، یک تکه بود افغانی محفل بود. که از اومد دستم که در آینده هم میبینم چهره های ابراهیم جان و حاجی صاحب و دوستای دیگر هستم نور بله ششتان خودتون بسیار بسیار زحمت کشته بودین. آرزومند هستیم در آینده بهتر پروگرام های زیادتر، فقط پروگرام های موزیک افغانی ده خدمت شما و خدمت شنونده و بینندای عزیز تلویزیون پیام افغان همیشه تقدیم کنیم، که ما این پروگرام چندین سال است که مالیم شو امسال یک ذره شاندارتر بود، چون که استاد غلام حسین همراه ما بود و موزیک ما تا اندازه که بوی و عطر موزیک افغانی رو داشت. حالی ببینین خوب شد شما خودتان یاد کردین، اینا با یک مشکل رو بروستن، خصوصا علی جان. بله. میگه همین محافل با میوای جان کوچی تو گره خورده که ما هیچ دل ما نمیشه که دیگه هنرمند ایجا بیاریم. نظر شما چی است؟ اینه میگه با علی جان میگه جایی که میگه دل میره پای میره. از ما میگه محبت دوستا و جای قدر زیاد است که میم و لطف میکنن همیشه، شما فتر شریف هستین، انتهای خلوص محبت و ما همیشه که میگن دیگه نی نیست و ما این لطف که در قسمت مادرن کس دیگر نمیخواید این ذره نوازیشون است. امیدوار است این پروگرام های سال های انداره برشون بهتر خوبتر عرضه بکنیم. اما آقای کوچی شما یک وعده کردین که با استاد میاین آنبورک، استاد یک ذره بیشتر معرفی کنیم. اینه یک سال از وعده تان تیر شد. والا استاد خبر داشتیم که یک ذره پرابلمک های اسناد و یاش بود، بخیر که اسنادهایش درست شوه که اجازه رفتن داشته باشه. بریم در تلویزیون شما یک روز پروگرام لایف اجرا میکردیم. با آرزو داشتم که این پروگرام سال نو و این موجه یک پروگرامک خوب برای شما اجرا بکنیم، اما متاسفانه استاد اسناد نداره و بدین اسناد ما نمیخواهیمش که جایی بریم برش کنم پرابلم ایجاد نشه. خب خیر باشه، یک فرصتی که شما لازم دیدین مناسب بود، بیاین قدم ها سر چشم. بسیار زیاد تشکر آقای کوچی، شما بسیار مقبول بخوانین، آواز بسیار گرم گرم دارین و هر قدر آدم تعریف کنه کم است. بسیار زیاد تشکر، بسیار آواز مقبول دارین. چون استاد در پالی ما بود و ما همراه ما همکاری میکرد، تأثیرات از آورد که اگذارم موزیک شاید مزه دار آمد. بیاین همین تعریف همین تعارف از استاد بزرگ، استاد میگه میشه که قارم شون، استاد مددی بشنیم. خب داره می ویدیو را. تشکر، زنده باشین. تشکر، شبتون بخیر. زنده باشین. چون وقت کم است یک مقدار شتاب داریم در کار. آقای شریفی شما میتونید که از استاد پخش کنید. اگر باری روزی روزگاری باز با شما من دیدیم، خواهش میکنم که من عبدالوهاب مدنی بودم، نه استاد موسیقی. وقتی که من میگم استاد موسیقی میگم استاد قاسم یکم، استاد غلام حسین، استاد سلام و پیشون منه مجسم میشن، اونا هم استاد باشن، ما هم استاد باشن، این مرگ بگیم، اگر من این چیز قبول بودم. استاد
من میخوام شما چیستیم چی رو باخیم بران خیلی خوشم بینایت خوشم بدان شما را سوالهای زیادی قومت بده عمدان این صحت رو خوشبختنی میمانای عزیز شما بیاد داشته باشیم از 30 سال پیش 30 سال پیش در سال 1359 من در ریاست افغانوزیک طور افتخاری کار میکنم کمخانوزیک ریاستش آقای مسعود جمال رئیس بود آقای عامد حسینی معاونش مدرسه در خود را دیدیم سقوط بود از او که اونجا سقوط کرد و مربوط مدرسه شد من یادم از من در سال 1359 رفتم مدرسه من در سر زینه ها دیدم گفتم صاحب من اونجا افتخاری کار میکردم حال آمده پیش شما گفت آقای یک مستار و یک کس هست او رباب نواز خدا بخشش آقای عطاییست وان فوق کده اینا کس هستن که اینا بر ما مردم خرابات بسیار خدمت کردن مدرسه بسیار خدمت کرده بر مردم اهل خرابات بر ما مردم خرابات بر ما خرابات دار اینقدر خدمت کرده که از پدرهای ما گرفته تا استادهای ما را اینا بسیار قدر دادن اما من از اینا یک بخشش می طلبم من چون که من رباب خورد آوردیم از من شق ما می رباب خورد نیست با من بسیار زیاد تشکر دوستای عزیز مهمانای عزیز بر هر کدام شما موفقیت می‌خوام تشکر از تشکر موفق باشین امیدوارم که چنین موافقت گرم گرم همیشه داشته باشین و مهمان برنامه ما باشین دوستای عزیز توجه شما جان سپاس تشکر است